تو این ویدیو میخوام بریم یاد بگیریم که چطور میتونیم اپلیکیشن ها رو به صورت سایت لود روی گوشیمون نصب کنیم. مثلا یوتیوب شده یا مثلا اسپاتیفای شده رو روی گوشیمون نصب بکنیم روی گوشی آیفونمون. بزن بریم سراغ این ویدیو. سلام به همه دوستان عزیز، چطورین؟ من پژمانم و اینجا هم تانکم به استودیو و خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه. تو این ویدیو همونطور که اولش گفتم میخوایم بریم که با استفاده از روش سایت لود و با استفاده از حالا یا کامپیوتر ویندوزی روی گوشی آیفونمون اپلیکیشن رو نصب بکنیم که اون اولش بهتون گفته بودم. خب بریم سراغ آموزش. قبلش هم برای حمایت از من لایک و کامنت و سابسکرایب هم فراموشتون نشه. برای انجام این کار شما نیاز دارین که وارد سایت سایت لودلی بشین و پایین تر که بیاین نسخه ویندوزش هم هست، نسخه مکش هم هست که میتونید حالا نصب کنین، که من حالا نصب کردم به سیستمم و نیاز به کابل شارژ داریم که بتونیم گوشیمون رو به حالا کامپیوترمون وصل بکنیم که من وصلش میکنم. در اصل سایت لودلی هم که نصب کردم. برای استفاده از نرم‌افزار سایت لودلی شما نیاز دارین که اینترنتتون روشن باشه و همچنین از چکن نیاز دارین که بتونین به سرورهای اپل وصل بشین. وقتی که نرم‌افزار باز شد توی این بخش بالا می‌نویسی که اسم گوشیتون چیه، مدلش چیه و این موضوعات که گوشی ما شناخته. در این بخش IPA که داره بعد اون نرم‌افزاری که می‌خواین رو یا درگ دراپ بکنین اینجا یا روش کلیک بکنین و لوکیشن اون نرم‌افزار بهش بدین. خب من در اینجا نرم‌افزار یویو پلاس رو اینجا وارد کردم. در این بخش پایین ازمون میخواد که اپل آیدی مون رو وارد بکنیم. چون من نرم‌افزار از قبل نصب کرده بودم، اپل آیدی من آورده و مشکلی ندارم. ولی اگه دفعه اولتون باشه، در اینجا وقتی اپل آیدی تون رو وارد بکنید و در اینجا گزینه استارت بزنید، ازتون یه پنجره میاد بالا، یه منوی میاد بالا و ازتون میخواد که رمزتون هم وارد بکنید تا به اپل آیدی تون وصل بشه. خیلی خلاصه بهتون بگم که چرا نیاز داره به اپل آیدیتون وصل بشه. برای اینه که این نرم افزار میاد به شرکت اپل ریکوست میده که من یه سازندم، یه کد نویسم که میخوام نرم افزارم روی گوشیم تست بکنم و اپل هم بدون هیچ مشکلی که برای اپل آیدیتون پیش بیاد و هیچ ضرری بکنید و اتفاقی براتون بیافته تایید میکنه و شروع میکنه که این نرم افزار رو گوشیتون نصب شده. پروگرام استارت میزنم تا شروع کنه عملیات نصب انجام بده. گوشی هم رمزش رو میزم آنلاکش میکنم و شروع میکنم به ساین این کردن روی اکانت اپل آیدیمون تا اون عملیاتی گفته بودم و براتون توضیح دادم انجام بشه و شروع کنه به اینکه نرم‌افزار برامون نصب بکنه. خب این عملیاتش تا پایان رفت و نرم‌افزار اینجا برامون نصب شد. خب در اینجا نرم‌افزارمون نصب شد و اینجا میبینید که آیکونش اومده توی فولدری که به اسم اپل آیدیمونه، چون ما به عنوان نرم‌افزار ساز و برنامه‌نویس هستیم اینجا آورده. روش کلیک میکنم و اینجا یه ارور میاد که میگه untrusted developer و ما رو قبول نمیکنه. به کنسل باید بزنیم و بعد باید سیتینگ بشیم تو این عملیاتی که میگم انجام بدیم تا بتونیم از این برنامه استفاده بکنیم. خب باید سیتینگ میشم، جنرال رو باز میکنم، پایین تر که میام بخش VPN and device management رو کلیک میکنم. پایین تر که بیایم اینجا نوشته developer app، در اینجا نمیشه not trust، روش کلیک میکنیم و اینو گزینه trust اینو کلیک میکنیم و اینجا گزینه trust کلیک میکنیم و اینجا برنامه‌مون حالا اجازه میده که از این برنامه میتونیم استفاده بکنیم. میایم بیرون. حالا من اگه اینجا روی این گزینه کلیک بکنم و در برنامه بشم، یعنی که برنامه باز میشه و به راحتی میتونیم از این برنامه استفاده بکنیم. و اینم از این. شما حالا هر برنامه IPA که بخواید میتونید نصب بکنین. IPA برنامه ایرانی هم میتونید بگردین پیدا بکنین. برنامه مثل این چیزی که نصب کردیم و برنامه دیگه هم اگه بریم تو گیت ها به همین سازنده ها بریم سرچ بکنیم میتونیم پیدا بکنیم نصب بکنین و روش نصبش همین راحتیه. حالا باید سرچ بزنیم میتونیم دانلود بکنیم. برای دانلود کردنش من اینجا تو نت سرچ کردم همین یویو پلاس و این صفحهش که بالا اومده میام پایین اینجا گزینه ریلیست ها که بزنم. حالا پایین تر که بیام این گزینه اینجا هست، روی این کلیک بکنم میتونم اینو دانلود بکنم و به راحتی میتونم نصب بکنم و ازش استفاده بکنم. اینم از ویدیو امروز، امیدوارم ازش خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت و سابسکرایب به کانال یوتیوب هم فراموشتون نشه و تا ویدیو بعد مثل همیشه استی کریتیو. خلاص.